سلام و درود به تمام دوستان علاقمندان زبان فرانسوی امید که خوب خوش جور و تیار باشید و از لحظات زندگی استفاده کامل رو ببرید در این درس یک چیز نو یک تا ترانه فرانسوی رو در این درس با هم یاد میگیریم اما رقم که میدانین برای یاد گرفتن یک زبان راه های مختلفی وجود داره یکی از راه ها گوش کردن به موسیقی از او کشور است و امروز یک موسیقی فرانسوی رو با هم یاد میگیریم یک ترانه از یک خواننده کانادایی به نام سلین دیون که هم در زبان انگلیسی میخونه و هم در زبان فرانسوی یکی از ترانه هایش انتخاب کردم به نام پارلی ا مون پیر یعنی صحبت کردنی با پدرم موسیقی یکی از بهترین راه های یادگیری یک زبان است از خاطری که یک خواندن را چندین بار میشنوی و واژه ها گپایی که داخل از او خواندن گفته میشه را چندین بار میشنوی باز اینمی رقم در ذهن آدم میمانه او کلمات برای کسایی که سطح زبانشان یک کم ذره بالاتر است میتونن موسیقی رپ گوش بدن موسیقی رپ یک موسیقی بسیار بسیار خوب است که میتونن از طریق از او در لغات بسیار بسیار زیادی دسترسی پیدا کنید مخصوصا کسایی که واقعا رپ دوست دارن موسیقی رپ اگه گوش بدن بسیار چیزای زیاد رو یاد میگیرن یکی از دوستا علاقه داشت گپای عامیانه گپای کمی از چوکات بیرون این چیزا رو یاد بگیره یکی از بهترین راه ها اینمیسته که موسیقی رپ گوش بدید در درسای بعدی برنامه دارم که یکان تا موسیقی رپ پیدا کنم که داخلش گپای خارج از چوکات زیاد باشه باز از طریق از او بتونم او گپا را هم دیتان یاد بدیم یکی از بهترین کارهایی که میتونین در موسیقی گوش کردن انجام بدین ایسته که امروز خب همه چیز در دسترس است در روی انترنت میتونین که متن از اون موسیقی را متن از اون خواندن را از روی اینترنت پیدا کنین و بخونین حتی اگر معنای کلش نمیفهمین اشکال نداره میتونین اون موسیقی را گوش بدین اون متنش را نگاه کنین بخونین تکرار کنین چندین بار و این میرخم کلمات را یاد بگیرین حتی اگر معنایش را نمیفهمین هیچ مشکل نیست حداقل با تلفظ صحیح کلمات آشنا میشید و این یکی از بهترین راه هاست و این خیلی هم راحت هستن برای کسایی که مثلا حوصله کتاب خواندن یا حوصله تمرین حل کردن این چیزا رو ندارن موسیقی یکی از بهترین راه حل هست خب بپردازیم در این موسیقی که امروز قرار است با هم روش کار کنیم یاد بگیریم تمرین کنیم بخونیم نام از این خواندن گفتیم پارلی ا مون پیر پارلی ا مون پیر یعنی صحبت کردنی با پدرم خب موسیقی شروع میشه با Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Et qu'est-ce qu'il y a avec les musiciens? Je voudrais oublier le temps. Je voudrais oublier le temps. Yani, ma dostorom, ma mekhahim, ki faramush konom zamanre. Pour un soupir, pour un instant. Baroy yak nafas, baroy yak tanafus. Pour un instant, برای یک لحظه. برای یک لحظه، برای یک نفس میخواهیم که زمان را فراموش کنم. Une parenthèse après la course. Une parenthèse après la course یعنی یک پرانتزی بعد از یک دویش، بعد از یک جنب جوش. کورس، لا کورس معنایش میشه دویش. اما داخل از این جمله معنایش میشه یک جنب جوش یک کار این پرانتز اپری لا کورس منظورش ایسته که یک پرانتزی بعد از این همه جنب جوش و این همه کار و فعالیت و این چیزا یک پرانتزی بعد از جنب جوش و کار ای پارتیر او مون کور مو پوس ای پارتیر او مون کور مو پوس و برم جایی که قلبم مرا هدایت میکنه او مون کور مو پوس پوسه یعنی تلا دادن هل دادن کسی ولی داخلی از این قسمت
منظورش است که برم به جایی که قلب مرا هدایت میکنه. قسمت بعدی: Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Ixmat, je voudrais retrouver mes traces. Je voudrais retrouver mes traces, yani dost daram ki raddepahay khoda paida konam. Manzurish ist ki dost daram guzashtay khod ro dobara bazbini konam, dobara bibinam, dobara paida konam be noi. گذشته خود را. او ما وی او ما پلاس، یعنی زندگی ما کجاست، جای ما کجاست. او ما وی او ما پلاس، زندگی ما کجاست، جای ما کجاست. ای گارده لور د مون پاسه، ای گارده لور د مون پاسه و گارده یعنی نگهداری، نگه داشتن. لور یعنی طلا، د مون پاسه یعنی از گذشته خود، طلای گذشته خود را. به نوعی در اینجا این جمله معنایش است که ارزش هایی که در گذشته خود بود را دوباره نگه دارم. به نوعی ای گرده لور د مون پاسه، ای فکر کنم یک اصطلاحی کانادایی باشه یا نمیفهم، شاید هم فرانسوی باشه، دقیقا نمیشناسم این اصطلاح را، ولی امی رقم حدس میزنم معنایش امی میشه، یعنی ارزش های گذشته خود را، چیزایی که برای من ارزشمند بود را نگهداری کنم. او شو دان مون جاردن سکره، او شو دان مون جاردن سکره، او شو یعنی در گرمی داخلی جاردن سکره. جاردن سکره یک اصطلاح هست در زبان فرانسوی، معنایش است که تمامی گپای خصوصی، تمامی رمز و رازهای خصوصی مال خودم. او شو در مون جاردن سکره، یعنی منظورش است که آدگه تمام چیزهای گذشته ایمه که برای من ارزشمند بوده را برای خود نگه دارم. او شو در گرمی رمز و رازهای خود. مون جاردن سکره، مون جاردن سکره یعنی چیزهای خصوصی خودم. خب قسمت بعدی: Je voudrais passer l'océan, creuser le goéland. Qu'est-ce que tu Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Voilà. Je voudrais passer l'océan, je voudrais passer l'océan. یعنی دوست دارم که از اقیانوس تیر شوم. پسه لسیان یعنی بگذرم. Je voudrais passer l'océan. Je voudrais یک زمانی کندیسیونل است، یک زمانی شرطی است و بیشتر جاها برای که با ادبانه صحبت کنین به جایی که بگیم je veux ça میگیم je voudrais ça. Je voudrais un verre d'eau, مثلاً. یعنی یک لیوان آب میخواستم. Je voudrais یک نوعی با ادبانه ای صحبت کردن است. Je voudrais passer l'océan, یعنی من میخواهیم که از اقیانوس بگذرم. Croiser le vol d'un goéland. Croiser le vol d'un goéland, یعنی که بر بخورم در پرواز یک مرغ دریایی. Goéland یک مرغ دریایی است. Un goéland یعنی یک مرغ دریایی. Croiser le vol یعنی که امیر خمی که در حالی تیر شدن از روی اقیانوس هستم، در یک مرغ دریایی، در پرواز یک مرغ دریایی بر بخورم. پانسه ا تو سکو جی وو یعنی و فکر کنم به تمام چیزهایی که دیدم. او بیان نلی ور لانکونو یا این که برم به سمت چیزهایی که نمیشناسم. انکنو یعنی ناشناخته. او بیان علی ویغلن کنو.
Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais décrocher la lune. Yani, décrocher la lune, yak istilah hast. Manoyish histe ki besyor buland parvoz budan. Besyor orzuhoy kalon doshtan. Je voudrais décrocher la lune. Yani, man mekhohim ki oin to kure moh re birasam. La lune, yani moh. Décrocher, yani griftan, rasidan banoyi. باز وقتی تلفن جواب میدی ام میگن دکروشه لو تلفن یعنی تلفن جواب دادن دکروشه لو تلفن ولی در اینجی جو وودره دکروشه لالون یعنی من میخواهیم که آه دیگه منایش همیسته که من بسیار بلند پرواز هستم جو وودره دکروشه لالون جو وودره مم سووه لتر یعنی میخواهیم که حتی زمین را نجات بدیم سووه یعنی نجات دادن لتر یعنی زمین Je voudrais même sauver la terre. Yani hatta, même hatta. Je voudrais même sauver la terre. Yani hatta mikhoyim ki zamin ra nijat bedim. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Mais avant tout, yani amma qablas har chiz. Mais avant tout, qablas har chiz, je voudrais parler à mon père. Dost daram ki ba padar khod sohbat konam. Je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Bon, pas d'alchot, sohbat konem. Qismati ba'di tarona. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Et qismat, je voudrais choisir un bateau. Je voudrais choisir un bateau, yani, ma dostorom ki yak kishti intekhob konem. Pas le plus grand ni le plus beau. Yani, na kalantarinish va na zebotarinish. Pas le plus grand ni le plus beau. Na kalantarinish, na zebotarinish. Je le remplirai des images. Yani, baoura az tasavir khod pur konam. Je le remplirai des images. Baoura az tasavir pur konam. Je le remplis. Le, manzur jomou le bateau ast. Le bateau. Je le remplirai des images, yani ora as tasvir pur konam. Et des parfums de mes voyages, et des parfums de mes voyages va az atri, va az atrahoy safaroy khod. Parfum, yani atr. Voyage, yani safar. Et des parfums de mes voyages va az atrahoy safaroy khod. Qismat ba'di, je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Qismat, je voudrais freiner pour m'asseoir. Yani, ma dost daram ki yak lahza surat khoda kam konam, freiner pour m'asseoir. Baray in ki yak lahza bishinam. Je voudrais freiner pour m'asseoir. Trouver au creux de ma mémoire va paydo konam dar umqi zehn khod au creux de ma mémoire yani dar umqi zehn khod paydo konam des voix de ceux qui m'ont appris sadai kasani ki ba ma yad dadan des voix yani sadahai kasani ki de ceux qui m'ont appris yani ba man yad dadan qu'il n'y a pas de rêve interdit. Yani ki hich ru'yai mamnu'i wujud nadara. Rêve interdit, yani yak ru'yai mamnu'a, yak ru'yai dast nayaftani. Interdit, yani mamnu'. Mali da inji dakhil hadhihi jumla, rêve interdit, yani ru'yai dast nayaftani. Qu'il n'y a pas de rêve interdit, yani ki ru'yai dast nayaftani wujud nadara. Des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Va paydo konam sadai kasani manzur shona musta paydo konam sadai kasani ki dam yad dadan ki hech ru'yai dast nayaftani wujud nadara. Yani hama chiz wujud dara dige hama chiz da hama chiz rasida mitone. Qismat ba'di, je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père.
قسمت اول je voudrais trouver les couleurs. Je voudrais trouver les couleurs یعنی دوست دارم که باز رنگ ها را پیدا کنم. Je voudrais retrouver, je voudrais trouver les couleurs یعنی دوست دارم که دوباره رنگ ها را پیدا کنم. دوباره نه, je voudrais trouver les couleurs یعنی دوست دارم که پیدا کنم رنگ ها را. Des tableaux que j'ai dans le cœur یعنی تابلوهایی که در قلب خود دارم. دوست دارم که رنگ ها را پیدا کنم و تابلوهایی که در قلب خود دارم. De ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. De ce décor یعنی منظورش اونمو رنگ ها و اینمی چیز هست. De ce décor aux lignes pures از این دکور از این صحنه. Aux lignes pures. Ligne یعنی خط. Pur یعنی خالص. Ligne pure de ce décor aux lignes pures یعنی این دکور با خطای صاف. یعنی یک دکوری که بسیار منظم و مرتب چینده شده. منظورش است. De ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. جایی که شما رو میبینم که در حالی دلداری دادن از من هستین. که در حالی پشتیبانی از من هستین. Rassurer quelqu'un یعنی کسی را پشتیبانی کردن, کسی را دل دادن, کسی را اطمینان خاطر دادن. De ce décor aux lignes pures où je vous vois qui me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre. این قسمتش که قبلا ترجمه شد. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Je voudrais parler à mon père. یعنی قبل از هر چیز دوست دارم که با پدرم صحبت کنم. این خواندن و این ویدیو تقدیم به تمام پدران دنیا. باز دوباره امو قسمت های قبلی تکرار میشه. Je voudrais oublier le temps pour un soupir, pour un instant. Une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place. Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Boss, merasim de yak qismati digar, qismati akhir. Je voudrais partir avec toi. Je voudrais rêver avec toi. Toujours chercher l'inaccessible. Toujours espérer l'impossible. Je voudrais décrocher la lune. Et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. نیه قسمت آخیر Je voudrais partir avec toi. دوست دارم که باز تو برم. Partir avec toi یعنی همراه تو دوست دارم که برم. Je voudrais rêver avec toi. باز تو دوست دارم که رؤیا ببینم. Je voudrais rêver avec toi. Rêver یعنی خواب دیدن, رؤیا دیدن. Je voudrais rêver avec toi یعنی دوست دارم که با تو رؤیا ببینم. Toujours chercher l'inaccessible. Toujours chercher l'inaccessible, یعنی همیشه به دنبال چیزهایی که دست نیافتنی هستن باشیم. Toujours chercher l'inaccessible, یعنی همیشه به دنبال چیزهایی که سخت است دست یافتنی به اونها, همیشه دنبال از اون چیزها باشیم. Toujours espérer l'impossible, toujours espérer l'impossible, یعنی همیشه امید داشته باشیم که همه چیز امکان داره. در اینجا گفته toujours chercher l'impossible, toujours espérer l'impossible. L'impossible یعنی چیزهای یعنی غیر قابل امکان. Possible یعنی امکان. Impossible یعنی غیر قابل امکان. ولی در اینجا toujours espérer l'impossible یعنی همیشه امید داشته باشیم که همه چیز امکان داره به نوعی. اینجا ایمان رو میده. بعدش هم که دوباره je voudrais décrocher la lune et pourquoi pas sauver la terre. Et pourquoi pas sauver la terre یعنی و چرا که نه زمین را هم نجات بده. Mais avant tout je voudrais parler à mon père, parler à mon père, je voudrais parler à mon père. اینجا میشه دیگه مثل قبل بریم. والا ای بود از این ترانه بسیار زیبا. میتونین خود از این ترانه را در روی اینترنت پیدا کنین. نامی ترانه است پرلی امون پیر از سلین دیون و گوش بدین. او دیگه از طریق یک ترانه تقریبا چند تا, شاید 20 تا 30 تا کلمه شد, شاید هم بیشتر 50 60 تا.
برای کسایی که بعضی کلمه رو نمیدونستن. از طریق یکترانه میتونید 50-60 کمتر بیشتر واژه یاد بگیرید و چی چیز بهتر از این. یکی از بهترین راه ها برای یاد گرفتن زبانی یک زبانی خارجی است. بنابراین چرا که نه، استفاده کنین، هم موسیقی گوش میدین و هم زبان یاد میگیرید. والا سی تو پور سو کور، جسپر که بوز اوی ایمه ست شانسون. Je vous dis bon courage, bonne chance, profitez bien de cette musique, profitez de votre vie, et puis restez curieux, restez unique, à la prochaine, ciao! از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.